قمارباز، نوشته فئودور داستایوفسکی، ترجمه جلال آل احمد، قسمت نهم. من پرسیدم: عقیده شما چیست آقای ژنرال؟ ژنرال با لحنی خشن و پر از تحقیر ناآشکار گفت: کافیست آقا، کافیست. وظیفه من این است که یک بار خودم را از این بچگی های شما خلاص کنم. شما نباید پیش بارون بروید و از او و خانمش پوزش بطلبید. هر گونه ارتباط با شما، اگرچه جز به خاطر طلب یک معذرت هم نباشد، در نظر آنان بیشتر از پیش تحقیر کننده خواهد بود. آقای بارون فهمیده است که شما از آدم های منزل من هستید. این مطلب را در قمارخانه برای من گفت و باید به اطلاع شما برسانم که اقلن لازم است من رضایت او را جلب کنم. می فهمید آقا که مرا به محضورهایی دوچار کرده اید؟ مرا؟ من می باید پیش بارون بروم و از او پوزش بطلبم. من از قول دادم که از همین امروز دیگر شما جز و آدم های منزل من نباشید. اجازه بدهید آقای ژنرال. لابا طبق گفته خودتان او تقاضا کرده است که من دیگر نباید از آدم های منزل شما باشم. بله؟ نه، من خود دانستم که رضایت او را از این راه به دست بیاورم و البته بارون به این طریق راضی خواهد شد. آقای عزیز، ما باید حالا از هم جدا شویم. طلب شما از من به پول این مملکت 4 فردریک و 3 فلورین است. این پول و این هم حساب آن روی کاغذ. می توانید رسیدگی کنید. خدا نگهدار. ما از همین الان نسبت به هم بیگانه هستیم. الان گارسون را هم صدا خواهم کرد و به او خواهم گفت که از فردا صبح مسئول خرج مهمانخانه شما نخواهم بود. چاکر آقا هم هستیم. من پول را گرفتم و شمردم. با ژنرال خداحافظی کردم و خیلی جدی برایش گفتم که آقای ژنرال، این کار نمیتواند به این طریق خاتمه یابد. من خیلی تأسف میخورم که چرا شما دلتنگی ها و نارضایتی های آقای بارون را تحمل کرده اید، ولی معذرت میخواهم، این اشتباه شخص شماست. شما چطور خودتان را به جای من مجبور دیده اید که از بارون عذر بخواهید؟ مقصودتان از این که ادعا کرده اید من از آدم های منزل شما هستم چه بوده است؟ من در منزل شما فقط آموزگار بودم، نه چیز دیگری. من نه پسر شما هستم و نه در تحت سرپرستی شما، و شما نمی توانید جوابگوی اعمال من باشید. من خودم به اصطلاح حقوقی آدم صلاحیت داری هستم. من 25 سال دارم و یک نجیب زاده لیسانسیه هستم و با شما هم هیچ خویشاوندی ندارم. فقط احترام بیش از حد من نسبت به مقام شما مرا از این باز می دارد که در مورد این دخالت بی موردتان در کارهای شخص خودم دلیلی بخواهم. ژنرال دستهایش را به آسمان برداشت و در حالی که به سوی مردک فرانسوی برمیگشت به او در ضمن چند کلمه فهماند که شاید من آمدم او را به دوئل دعوت کنم و او زد زیر خنده. من بین که از خنده آقای دگریو عصبانی شوم، با لحن خونسرد و آرام دنباله کلام خود را گرفتم. ولی من حاضر نیستم که بارون را ول کنم، و چون شما که به خودتان اجازه داده اید به شکایت های بارون گوش کنید و در سود و زیان او خودتان را شریک نشان دهید، در حقیقت در تمام این قضیه شرکت کرده اید. افتخار دارم به اطلاع شما آقای ژنرال برسانم که اول صبح فردا از آقای بارون به نام خودم تقاضا خواهم کرد که اجازه دهد صریحاً برایش توضیحاتی دهم. از او خواهم پرسید که به چه علت وقتی با من کاری داشته است از فراز سر من خود را با شخص ثالثی مخاطب قرار داده است، درست مثل اینکه من ناتوان و یا ناقابل بودم که جوابگوی اعمال خودم باشم. آنچه من حدس می‌زدم به وقوع پیوست. با اعلام این خبر ناگهانی و شگفت آور، ژنرال سخت وحشت زده شد و فریاد کشید: چه؟ میخواهید این کار لعنتی را دنبال کنید؟ هیچ میدانید مرا در چه موقعیتی گرفتار خواهید ساخت؟ خدای من، از این کار پرهیز کنید آقا، پرهیز کنید، وگرنه من قسم میخورم اینجا نیز مقامات عالیه‌ای هست و من آخر مقام من و همچنین آقای بارون خلاصه شما را بازداشت خواهند کرد.
شما را به دست شهربانی از شهر اخراج خواهند کرد تا مبادا افتضاح دیگری راه بیاندازید. لابد ملتفت شدید نیست؟ همانطور که غضب نفس او را می‌برید پیدا بود که ترس هم داشت و من با خونسردی مخصوصی که برای او تحمل ناپذیر بود جواب دادم: آقای ژنرال، یک فرد را برای افتضاحی که هنوز به بار نیاورده است نمی‌شود بازداشت کرد. وانگهی من هنوز توضیحات خودم را برای آقای بارون نگفتم و شما از اصل نمی دانید که من این کار را به چه نحو به پایان خواهم رساند. من فقط می خواهم این حدس و فرض را که در تحت قیومیت هستم و شخص دیگری بر اراده من نفوذ دارد، این فرض را که برای من موهن است روشن کنم. شما حق ندارید دست باچه شوید و اینطور پریشان خاطر باشید. ژنرال که یک مرتبه از لحن خشبین خود به لحنی استرهام آمیز تغییر کلام داده بود و حتی دستهای من رو در دست خود گرفته بود، این طور زمزمه کرد: شما را به خدا آلکسی ایوانوویچ، این خیال دیوانه را ول کنید. ببینم هیچ در نظر مجسم کرده اید که از این کار چه نتیجه‌ای به دست خواهد آمد؟ یک نارضایتی دیگر. خودتان اعتراف کنید من باید هر طور شده از خودم را در اینجا نگه دارم، به خصوص در حال فعلی. آه که شما همه مقتضیاتی را که من در آن گرفتارم نمی دانید. وقتی از اینجا حرکت کنیم من حاضرم شما را دوباره پیش خودم بیاورم. شما را فقط فعلا مرخص می کنم. و با نومیدی فریاد کشید: خلاصه شما به عللی که مرا به این کار وامی دارد پی می برید. ببینم آلکسی ایوانوویچ. من که به در رسیده بودم باز از او خواستم که دست پاچه نشود و قول دادم که همه چیز را مؤدبانه خواهم گفت و به عجله خارج شدم. گاهی در خارجه روزها به قدری خود را در آداب و رسوم و قیود محصور می کنند که به حد افراط و بی اندازه از اینکه مردم چه می گویند و چطور نگاهشان خواهند کرد می ترسند و وحشت دارند. خلاصه معروف است که غالب کسانی که ادعای اهمیت و بزرگی دارند همیشه پای خود را توی پوست گردو گذاشتند. این گونه اشخاص ریخت و صورت ظاهر معینی را که یک بار برای همیشه پذیرفته شده بی این که بیاندیشند دوست می دارند و بایستی غلام و منشی در مهمانخانه ها، در گردش ها و در مجالس از آنها پیروی کنند. ولی ژنرال علاوه بر این به مقتضیات چندی اشاره کرده بود که او را مجبور می کنند در اینجا مرچه مخصوص خودش را حفظ کند و نگه دارد. به همین دلیل بود که فوری ترس برش داشت و لحن کلامش را با من تغییر داد. من این مطلب را خوب به یاد سپردم. ژنرال خوب می توانست حماقت به خرج دهد و فردا صبح به مقامات مسئول دولتی اطلاع دهد. به این طریق من می بایست هوشیار باشم. گذشته از اینها من فقط در مقابل پولینا علاقه داشتم عصبانی شوم، نه در مقابل ژنرال. او با من اینطور بی‌رحمانه رفتار کرده بود و مرا در راهی چنین نامعقول انداخته بود. اکنون من می‌خواستم خود او را برانگیزم تا از من خواهش و استدعا کند که در این راه بمانم. عمل بچگانه فقط اگر پولینا خودش را به خطر و بدنامی می‌افکند ممکن بود پایان بپذیرد. به اضافه احساسات جدید و هوس‌های تازه‌ای در من انگیخته شده بود. مثلا اگر خودم را در مقابل او با کمال میل از بین می بردم، هرگز معنی آن را نمی داد که آدم بی اراده و بی همتی هستم. و نیز اگر بارون مرا با چوب هم می زد، این معنی را نمی داد. من آرزو داشتم که همه آنها را مسخره کنم و در این حال بهترین نقش را هم داشته باشم. به آنها نشان خواهم داد. بیشک پولینا نیز از این افتضاح به ترس خواهد افتاد و مرا احضار خواهد کرد. من نیز اگر هم مرا احضار نکند اقلن خواهد دید که آدم بی اراده و سستی نیستم. یک خبر تعجب آور هم الان از کلفت بچه ها که در پلکان با هم برخورد کردیم شنیدم که ماریا فیلیپوونا با قطار عصر تنها به طرف شهر دیگری حرکت کرده است که پیش پسرموی خود برود. یعنی چه؟ اگر آنچه را کلفت میگوید باور کنم، مدتی است او در تهیه این سفر بوده. ولی چطور ممکن بود که همه از آن بی خبر باشند؟
ولی شاید تنها من هستم که از این مطلب خبری نداشتم. گلفت این را هم خبر داد که پریروز ماریا فیلیپوفنا با ژنرال گفتگوی سخت و شدید کرده بوده است. حالا می فهمم. بیشک این گفتگو درباره مادمازل بلانش بوده است. آری، ما در آستانه وقایع قاطعی هستیم. صبح زنگ زدم و گارسون را خواستم و گفتم که حساب مرا جدا نگه دارد. کرایه اتاقم آنقدر گران نبود که مرا به وحشت بیاندازد و مجبورم کند مهمانخانه را ترک کنم. اکنون 13 فردریک پول دارم، ولی در آنجا ممکن است که بی‌نیازی و ثروت به انتظار من باشد. چیز عجیبی است. در عمل هنوز در قمار نبردم، ولی درست مثل کسی که دیگر اکنون ثروتمند است حس می‌کنم و فکر می‌کنم. غیر از این هم طور دیگری نمی‌توانم تصور کنم. با وجود اینکه صبح خیلی زود بود، تصمیم گرفتم که در مهمانخانه انگلیس‌ها به دیدار مستر آسلی بروم. این مهمانخانه نزدیک ماست. در همین هنگام مردک فرانسوی سر رسید. تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده بود. گذشته از اینکه در این اواخر روابط من با این آقا سرد شده و بریده بود، نه تنها تحقیر خودش را نسبت به من کتمان نمی‌داشت، حتی سعی هم می‌کرد که نمایشش دهد. اما من برای خودم دلایلی داشتم که او را هرگز دوست نداشته باشم. سر رسیدن او مرا سخت متعجب می ساخت و زود فهمیدم که کاسه ای زیر نیم کاسه دارد. خودش را خیلی مهربان نشان می داد و مرا درباره اتاقم تهنیت گفت. وقتی دید که کلاهم را در دست دارم، پرسید که آیا به این زودی می خواهم به گردش بروم؟ و وقتی فهمید خیال دارم برای کاری نزد مستر آزلی بروم، قیافه اندیشناکی به خود گرفت. دگریو مثل تمام فرانسوی ها وقتی که احتیاجی داشت و یا سودی در کار بود، شاد و مهربان می شد، و وقتی که این لزوم و احتیاج تمام می شد، سخت کسل کننده می گردید. به ندرت از سر طینت خود مهربان بود و مثل اینکه همیشه طبق دستور و یا طبق یک حساب معین مهربان می شد. اگر احتیاج به این میدید که خودش را بلهوس و یا عجیب نشان دهد، بلهوسی هایش نیز بسیار احمقانه و پوچ بود و به بی‌قاعده ترین وجهی ریخت های کهنه و از مد افتاده ای را که مدت هاست پست و عادی شدند به خود می گرفت. در سرش محصول واقعی مذهب اصالت سودمندی کاملا برجوها و کاملا مفلوک و کاملا عادی بود. خلاصه که کسالت‌آورترین مخلوقی بود که میشد تصور کرد. به عقیده من فرانسوی ها فقط میتوانند آدم های تازه کار و یا دختران روس را فریب دهند و مجذوب خود کنند. هر کسی همانطور که باید این پستی، این جلوه تغییر ناپذیر و همیشگی و این اظهار محبت ظاهری و اثر تردستی و خوشرویی را زود درک میکند و از آن احساس تنفر مینماید. با لحنی در این حال مؤدب ولی تنفر برانگیز این طور شروع کرد: من برای کاری نزد شما آمدم. مخفی نمی کنم که ژنرال مرا به عنوان پیام آور و شاید هم به عنوان میانجی فرستاده است. من که روسی را خیلی بد می دانم. از گفتگوی دیشب شما کم و بیش هیچ چیز درک نکردم، ولی ژنرال به طور کلی برای من چیزهایی گفت و من تصدیق می کنم. من گفتهش را این طور قطع کردم: چطور آقای دگریو؟ شما هم در این کار نقش میانجی را بازی می کنید؟ حقیقت مطلب این است که من آموزگاری بیش نیستم و هیچ گمان نمی کنم بتوانم افتخار این را داشته باشم که دوست این خانواده شمرده شوم و یا روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با آنها داشته باشم. در این حال مقتضیاتی هم هست که من از آنها اطلاعی ندارم. با این همه بگویید ببینم، ممکن است که شما فقط از طرف خانواده ژنرال فرستاده شده باشید؟ چون عاقبت شما خودتان هم در آنچه به این خانواده مربوط است سهمی دارید. شما حاکم بر تمام قضایا هستید. سؤال من برایش خوشایند نبود. سؤال روشن و واضحی بود، ولی اون نمیخواست خودش را لو دهد. خیلی خشن و جدی گفت: من به طور کلی به علت کارهایی، به علت موقعیت‌های مخصوصی با ژنرال مربوط و وابسته هستم. ژنرال از شما تقاضا می‌کند که از مقاصدی که دیروز داشتید چشم‌پوشی کنید.
آنچه شما برای خودتان تصور کرده اید مسلماً خیلی دور از واقعیت است و ژنرال به من مأموریت داده به اطلاع شما برسانم که در آنها هرگز به نتیجه نخواهید رسید. گذشته از این که آقای بارون اصلاً شما را نخواهد پذیرفت، در هر صورت برای او بسیار ساده است که از نارضایتی های گذشته خودش نسبت به شما صرف نظر کند. خودتان اعتراف کنید این لجاجت شما چه سودی دارد؟ ژنرال به طور قطع تعهد کرده است به محض اینکه موقعیت اجازه دهد شما را از نو به خدمت خودش بپذیرد و در تمام این مدت نیز مواجب شما را خواهد پرداخت. گویا این پیشنهاد به اندازه کافی سودمند هست، اینطور نیست؟